تو که مسئولی دولتی، دولتی امیدوارم این گپ بشنوی. چرس همون به قولی اونی که میکشن و کمی تو ما که مجاهد زاده ایم، دزدیم پر از عیبیم، زنده با دزدی دموکراسی، اما این قیومی هر کیز انجام بدن. یعنی کسی که قانون میذاره خودش از قانون بیرون از کد قانونه. تبره است. Hey, what's up? My name is PX Pepai. خیلی خوش آمدید به چنل یوتیوبی لالا پاشاتون. بچه ها امروز هم یه ریاکت داریم در چنل اتحاد تمامی فارسی زبون ها از بازم یه تیکه از رپ افغان، رپ دری، ترانهی به اسم چرس از جواد و سراج و سبحان اگر اشتباه نکنم. بریم بدون تعصب، بدون هر چیزی نظرمون رو راجع به این ترانه بدیم. قبل اینکه این ترانه رو با هم دیگه داشته باشیم، لطفاً چنل من رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید. خب نمیگم که کانال من رو سابسکرایب کنید، چون هر کسی دلش بخواد، باب دل هر کسی باشیم، خودش خود به خود ما رو سابسکرایب میکنه و پیگیر ویدیو هست. هر کیم که خوشش نیومد رد اون میکنه میره. قبل اینکه این ویدیوی جذاب با هم دیگه داشته باشیم، لطفا چنل من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا هم منو فالو کنید. پس بریم که این موزیک رو با هم دیگه بشنویم. Are you ready? Yeah. LBR. دودی زدیم و سرن الحق شد آشکار. ما بخوایم در ابتدا راجع به صدای این آقا بخوایم نظر بدیم، صداش بدون هیچ تعصبی خوبه واسه رپ خوندن. رپ اصولاً صدای خسته، صدای گرفته طرفدار بیشتری داره. این از نظر صداش. بریم ادامه. آرا از این گیاه ضعیف این گمان نرود، مگه چست مغزی او رکل پوش، مگه او هم نمتانه کنه حتی کمی روش، پس ما نه زندگی چیز نیست کمی خوش، چست پکی زده نیش ازش مانده کمی رو، مگه چست مغزی تو رکل پوش تو هم که خب بعد از اون میرسیم به بیان واژه. واژه رو داره خوب بیان میکنه، یعنی پشت سرم دیگه میاد تیکه تیکه نمیکنه. یه سری یه جایی هجاهای واژه ها رو اشتباه بیان نمیکنه و خیلی پرقدرت داره واژه ها رو بیان میکنه. این از بیان واژه. بریم ادامه. این از به نظرم ستی های کویت بله چرس، مغز ما را کل پوچ بله چرس، مغز ما را کل پوچ که نمیتونیم مثل حکومت که دوست شده پور بده چند تا منت کده لطف بده گور ما را چرس کده خوش توم گشت کده خون بزه صبح کده دوخ میگه گشت نهی تو ماما مش. حالا اسم ترانه گذاشته چرس یا چارس چرس، من چرس شنیدم، مثلا میگن چرز یا اونم شاید چرزه. منظور از چرس رو نمیدونم توی واژه افغانستانی چیست. اگه اون چرسیه که حالا توی اروپا بین وایکینگ ها معروف بوده که میگفتن چرس موقعی که میخواستن نوشیدنی بخورن، میزدن به همدیگه میگفتن چرز، یعنی به معنی همون سلامتی. اینو من نمیدونم چارس چرس چیه رو نمیدونم. بریم دارم دوی دوم سده اون بره وطن ما کشتم دوم پور نمیگم تم ده کارم گوش نده چون میشیم و سریف بو از دوزی ها میگم که من سریف شده وجدانت گم ایمانی گنگ از میراس از تو رای تان بون بس میسازن جز شما درک میزدین. بعد از اون میرسیم به موضوع شعر. رپ اصولا یک نوع موزیک اعتراضیه که هر کسی، هر خواننده از یه جای شاکی باشه، اون شکایتی که داره از مردم، از جامعه، از هر کی شکایتی داره میاره به صورت شعر میگش و هر خواننده بهتر بتونه این شکایتش رو بیاره توی شعرش، اون خواننده میاد تو لیست برترین رپر. این از موضوع. بریم ادامه. پکدی جوست رس دادم همه زدن پکدی چوب بله چرس مغز ما را کده پوش بله پدر تو نسیل پوچی زیاد کده سوز مرا بوتلی کمر ما قد کده گردن تو رو بوتلای سفارت کده لوک هزاران اکتار 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 چرس کشت از کشوریم هزاران سال از سال از سال از تخم نفاق کش کده. یه جایی که
خواست خیلی تون بخونه، مثل ترانه رپ گاد امینم که معروف ترین رپر دنیاست، یعنی معروف ترین و پرطرفدارترین رپر دنیا. یه جایی خواست مثل اون بند خدا تون بخونه و حالا خوند، ولی کوتاه خوند، یعنی اگه میتونست طولانی تر واژه ها رو بیاری کنار هم دیگه که بتونی با سرعت بیشتری بخونه، خیلی تاثیر بیشتری داشت. بریم ادامه. تو که مسئول دولتی، دولتی امیدوارو میگفت بشنوی، جای انتقاد از ما جوانا، جوانا بهتره کوتره بشکنه. هزاران اکتار 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 چرس کشت از کشورم، هزاران سال از چرس رو دیگه به هر حال گفت که دیگه نمیخواستم بیم. چرس آقای که گفت کشت، توقعش رو نداشتم کشت رو بیاره، چون که دوست نداشتم بچه های کانال من با اینجور چیزها شناشم، ولی متاسفانه اومد خودش گفت، یعنی میگه کشت چرس و اینا یه مشخصی، هر کی ترانه گوش داده شو باشه میفهم چرس همون به قولی اونی که میکشن و بله اونه. بریم ادامه. سال از سال تخمه نفاق کش کرده، تو که مسئول دولتی، دولتی امیدوارو میگفت بشنوی، جای انتقاد از ما جوانا، جوانا بهتره بودتره بشکنه. میگه چرس مقصی تو را کده پوش خالی مثل. حالا من نمیدونم این بنده خدایی که این ترانه رو میخونن که داره از حاکما و دولت و این چیزا میگن، نمیدونم منظورشون کدوم حاکمه، طالبان کیست؟ اگه طالبانه که طالبان بعید میدونم ترانه اصلا گوش بدن، یا اینکه یه گوشی داشته باشن که جایی رو ببینن و خبر داشته باشن خواننده ها رو اصلا دنبال کنن. اینا چون یه سری عقاید پوچ اشتباه دارن، یه سری محدودیت ها دارن واسه خودشون، که البته اینم بدونید سیاست پدر و مادر نمیشناسه. اونایی که اتفاقا سیاست های بزرگ دارن میارن یه سری چیزایی مثل دین، مثل یه سری محدودیت ها رو میارن توی جامعه، بین جوان ها، بین مردم رواج میدن، که کار خودشونو اون پشت بتونن رای انجام بدن. یعنی کسی که قانون میذاره خودش از قانون بیرون از کود قانونه، تبره است. بریم ادامه. کامازی که دست کرده لوچ، مردم های بی سود سید نینشین شدن شطور های ساد و خیلا سمت کجام کرکوش. میگه چرس مقصی تو را کده پوش، موین پرسونل بودی اگه بودی کمی شوخ، منیره یوسف زاده واری به بخشی جاهل و مطیع و خونسا نیستم. منیره یوسف زاده یه اسمی اوور توی شعرش. منیره یوسف زاده کیست؟ یه فعالی توی کشور افغانستان، یه کسی که طالبا کشتنش، تاجیک ایرانی کجایی رو من نمیدونم. منیره شاید یه فعال سیاسی باشه، شاید یه شهید در راه آزادی باشه، نمیدونم. بریم ادامه. ما کمی تو ما که مجاهد زاده ایم، دزدیم پر از عیبیم، زنده با دزدی دموکراسی هم و این قیومی هر چیز دافتا در زاف از آروده بهبودی نیست سخنگوی رئیس جمهور شاه کسچر گویی ولی چرس فوشم که اوور توی شر. صدای این نفر دومی بهتر از نفر اولیه، نمیدونم که این سوبان یا جواد یا سراج، نمیدونم کدومشونه، نمیدونم، ولی خب صدای این بهتره. یکی فکر کنم بود صدای نفر اولی که صداش خیلی گرفته بود، یکی قبلی بود توی تنخونی تبور داشت، و این که یه ذره صداش بهتره. حالا بریم ادامه. وقتی مرکه ده پوست تو ده وزیر اکبر شیشته بودی داش مرکه ده پوست، اینا پوست داره از درست پیش سودا کدن، نگو از کره اردو از بیغیرتی کده گو. مگه چرس مغز تو رو کده پوش، دیگه درس یاد نمیگیری ده پانتون، بس توی بالا رم واسطه والا کده خوش مشاوری هم نتیشته مثال هلری کلنتون. مگه چرس مغز تو رو خب میگه چرس مغز تو رو کرده پوچ، و این یه سری حقیقت هست دیگه. حالا از هر لحاظی از هر کی بپرسید چرس و این چیزا با هر پک هر دودیش که میره توی دهانت سری منتقل میشه به مغز، با هر پک هزاران نورون مغزی رو نابود میکنه چرس. ولی از اون طرف هم خب حالا یه سری فواید دارویی داره،
یه سری حالا چشمت یه سری چیا رو میبینه، گوشت یه ذهنت باستر میشه، ولی از اون برم هر چیزی که میخوای بدونی تاوان داره خودش. یعنی گنج تاوانش سختی و رنج و از دست دادن خیلی هست. توی آگاهی رو که میخوای به اون آگاهی برسی، آگاهی هم یه سری تبعات داره. ممکنه یه سری چیا رو داغون کنی، یه سری چیا رو، حالا داغون که میگم یعنی که تخریب شخصیت کنی یه سری کسا رو، یا اینکه به خودت یه آسیبی بزنی و فلان. تاوان داره هر چیزی. بریم دوم کلا پوز بازم مگه بگی لالا دم تو سیور بشم مشکل های دقیقا جوش نزن ما افغانم با غیرتم زور شدیم سر روز فقط جز کده تو رسوس ما همه قربان تجارت کسی فیتانیم شدیم هم از این دانی بای قارت تصیر تابه ولی همی قمه دانیم که ما تحصیلیم تالیخ. خب یه اسم روسی هم اوورد که فکر کنم به کسایی داره میگه که باج دادن به روسا و روسا اومدن سوار بعضی از فارسی زبان ها شدن و پررو شدن و برای اینکه روزها چون که ظالما باید یه پشتوانی داشته باشن. آقا اگه بین مردم کودتا کنن، قیام کنن، بخوان اونا رو بیرون کنن، این حاکمای ظالم یه جایی باید داشته باشن که برن. و کجا؟ روسیه حامی تروریست و یک مار شیاده روسیه. بریم ادامه. خلاص نشده پوچیده میست تصمیم قاطع خیلی بگی جرسو به هم داره و چش سرکو چونی قماندان از لالا دخوست این درد دندانم لالا مرا کشت بگی در یا یارا سب چرکو هزاران اکتار چرس کشت از کشوریم هزاران سا. خب هزاران کشت چرس از در ملتم و توی ایران آقا به صورت قاچاقی میکارنش، حالا توی کشور افغانستان تریاک که آزاد میکارن، حالا چرس رو نمیدونم و که قاچاقیه یا دولت خودش میکاره که بعد بفروشه به این و به این ساقی و به اون ساقی و این ساقی ها به صورت بین المللی رد کنن توی کشورهای دیگه و سود کلانی در بیار. و سود کلان رو کی در میاره؟ دلالا، نه کشاورز، نه فروشنده، فقط اون دلال، اونی که اون وسط واسطه سود واقعی رو میبره. بریم دارم. سال تخم نفاق کش کردین تو که مسئولی دولتی امیدوارو میگفه بشنوی جای انتقاد از ما جوانا بهتره دوتره بشکنی جای انتقاد از ما جوانا بهتره که این بودتر رو بشکنی. بله، یعنی اگه اینجور باشه داره به دولت میگه که جایی که بخوای ما انتقاد کنی شما اون بوته هایی که کاشتین و اونا رو بشکنی. هزاران هکتار چرز کشت از کشوره، یعنی جایی که جوانا انتقاد کنی جوانا رو بوته هاشو بشکن. جوانا گیر از جوانا بهش میگن. هزاران اکتار چرس کشت از کشوریم هزاران سال تخم نفاق کش کردیم تو که مسئولی دولتی امیدوارو میگفه بشنوی هزاران سال است که تخم نفاق کشت کردی. اینجاشو با این خواننده موافق نیستم. هزاران سال نیست، کمتره به قولی از موقعی که یه سری سیاست مدار واقعا حرفه‌ای و دست آموخته کشورهای بزرگ جهان سومی مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل روسیه اومدن دیدن که کشورهای فارسی زبون آقا خیلی کشورهای به قولی توهمی میشه گفت، توهمی و معتقدن و متعصب، گفتن اینجور آدم های متعصب و میشه از طریق دین آروم کرد، یعنی به خدمتکاری از خودمون در آورد. حقیقت امر اینه. بریم جای انتقاد از ما جوانا بهتره دوتره بشکنه. از حق نگذریم. این موزیک آخرش هم که اینجور دارم با پیانو میزنن اینم بسیار زیبا و جذاب بود و یک ترانه به نظر من خیلی
خوب بود به عنوان یک رپ اعتراضی بریم ادامه. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که این ترانه مقبول دلتون بوده باشه. خلاصه مجددنم نمیگم سابسکرایب کنه، هر کی خوشش اومده باشه سابسکرایب میکنه، دنبال میکنه باقی ویدیوهامونو که تو این زمینه ها قرار ویدیو بذاریم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه نظر و پیشنهادی دارید حتما واسه من کامنت کنید. سوال، پرسش، پاسخ، وایس، لینک، چیزی هم داشتین میتونید توی اینستاگرام هم بفرستید. آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا هم سابسکرایب فالو کنید. ممنون از نگاهی باتون، خیلی دوستتون دارم. گود بای.